چهار کمپانی، چهار شرکت، چهار هر چیزی که هست، چهار دولت ما هم یکسان کرده. انفجار بسیار وسیع را سازماندهی کرده. سلام با شبتون بخیر. امروز چهارشنبه دهم جوای 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 31 می 2017 میلادی. مجموعه خبری امشب ما ویژه شده است به حمله مرگبار بمبداد امروز کابل. حمله کم پیشینه و مرگبار بمبداد امروز در جاده وزیر محمد اکبر خان کابل بیش از 80 کشته و 463 زخمی بر جا گذاشت. هدف از این رویداد کمپ ایگرز و سفارت جرمنی در کابل گفته می شود، اما ساحه تخریب آن فراختر و شمار تلفات آن در حال افزایش است. فؤاد ناصری به محل رویداد رفته بود و این گزارش را تهیه کرده. بی سابقه ترین انفجار در شهر کابل، 80 کشته شامل مرد و زن و 463 زخمی شامل مردان، کودکان و زنان. گلیم خونین غم و ماتم در کابل پهن شد، وحشتناکتر از کابوس در رمضان. 8:30 دقیقه بامداد موتر تانکر پر از مواد انفجاری در جاده وزیر محمد اکبرخان با دیوار سفارت جرمنی در کابل برخورد می کند و مواد انفجاریش را منفجر می سازد. تصویر جاده وزیر اکبرخان با نماد از شهر جنگ زده و از هم ریخته بدل می شود. سفارت جرمنی در کابل، کمپ ایگرز، شرکت مخابراتی روشن، سفارت انگلستان و بخش های از نهادهای دیگر و خانه های دور و پیش رویداد به خاک یکسان شدند. که یک دفعه انفجار شد، ما زیر میز شدیم، ما در دفتر روشن کار میکنیم، یک دفعه نفهمیدیم و زیر میز شدیم و بسیار یک وحشتناک حمله بود. انفجار بیخی واسه انفجار وحشتناک بوده. چهار کمپانی، چهار شرکت، چهار هر چیزی که هست، چهار دولت ما هم یکسان کرده. ما هیچ نفهمیدیم چی بود، چی شد، چی نشد. لکه های خون، بوی بارود و دود ساعت ها در این جاده ماتم زده به چشم می خورد. هر کس و هر چه در اینجا زمین گیر شده است. هر آن که خوش اقبال بوده و جان سالم بدر برده، شتاب زده و شوکه در تلاش فرار از محل رویداد است. آمبولانس ها نیز پشت هم زخمیان آلوده با خون و نیم جان را به درمانگاه ها انتقال می دهند. همه سراسیمه و وحشت زده. حاصل حمله مرگبار کابل بیش از 80 کشته و نزدیک به 400 زخمی. 2 کشته و 4 زخمی از سفارت آلمان، 2 کشته و 6 زخمی از کارمندان رسانه ای نیز شامل این آمار است. رقمی که حکومت آن را تایید می کند، اما باز هم شمار نهایی تلفات نیست. شدت این انفجار جاده وزیر اکبرخان را مترها حفر کرده است. انفجار بود، بیروی چی انفجار بود که نفهمیدیم که در کجا بود، در کجا نمید. هم زخمی شدیم، بر آمده محمد ما را انبولانس آورد ایمرجنسی. رفتم گارده ما دست داده، ما دو نفرم شهید است، یک نفرم هیچ درکش نشته، یک نفرم زرک صاف داده، پایکاش قطع است. دیگه هیچ معلومات نیست که در کجا است و ما پیشتم مسئولاتی بر پیش نایم آنه نگازو کدم. با گفته فرمانده پلیس کابل، موتر تانکر پر از مواد انفجاری چند روز در شهر کابل رژه زنی نیز داشته است. اما پرسش برانگیز این که چرا جلوی آن گرفته نشده است. انفجار بسیار وسیع را سازماندهی کرده. اطلاعات اولی میرسانه که یک از تانکرهای آبی بوده که همیشه در داخل شهر فاضلاب انتقال میاده مقابل خراول سفارت آلمان، اونجا خود انفجار داده. ظاهراً کابل را روز آرامی نیست و مدام باید بسوزد و طاقت بیاورد. گروه طالبان مسئولیت رویداد امروز را به عهده نگرفتند، اما کاری کیست؟ روزگار تیره و تار مردم کابل. علی جواد اصغری همکار ما حالا به سرک به هفته همه وزیر محمد اکبرخان، جایی که بامداد امروز انفجار رخ داده، رفته هست و جزئیات بیشتر از علی میپرسیم. علی، حالا که چندین ساعت از وقوع این انفجار میگذره، ساحه را خودت چیگونه میبینی و گفتنی های تازه را که به دست آوردی چی هست؟
سلام بر خودت، بر همه بیننده های آریانا نیوز. آنگونه که شما هم گفتین در محل رویداد هستیم، دقیقاً 100 یا کمتر از 100 متر فاصله که با محل رویداد داریم که جاده در شبهای گذشته به ویژه شبهای ماه مبارک رمضان از مزدحمترین جاده های پایتخت بود، اما در حال حاضر دیده میشه که وحشت سراسر این جاده را فرا گرفته و تنها یک راه فرعی ایجاد شده به خاطر عبور موترا از این مسیر. ما و همکارم حسن تلاش وقت زمانی که از اینجا آمدیم و مصروف جمع‌آوری اطلاعات هستیم، دو مورد بسیار ارزنده را ما تونستیم در اینجا پیدا بکنیم. یکی ای که برخ منابع که نمیخواید نام از اونا برده شود، آمار تلفات غیر نظامیان و کسانی که قربانیان این رویداد گفته میشه بلندتر از آنچه که وزارت صحت و مسئولان امنیتی گفتن را بیان میکنن یک سر قضیه، و موضوع دیگه هم معین ارشد امنیتی وزارت داخله میگه که هدف فردی که موتر مملو از مواد انفجاری را در اینجا انفجار داده ایجا نبوده، بلکه هدفش مشخص نیست. ای که در ایجا میایه و با موانع از سوی نیروهای امنیتی روبرو میشه که جلو پیشرفتش میشن، در ایجا خودش منفجر میکنه، و این نشان دهنده از این است که فرد که میخواسته یا عمو گروهی که مسئولیتی روی داده بر عهده گرفته یا خواهد گرفت میخواستن که جای دیگه را هدف قرار بدن که این حمله در ایجا ناگهانی صورت میگیره. و اطراف از این جاده های اطراف آهسته آهسته بر اول قبلیش برمیگرده، کماکان شهروندان در جاده ها بیرون شدن، اما سه جاده منتهی به محل رویداد مسدود است از سوی نیروهای امنیتی، و قرار اطلاعاتی که ما گرفتیم پروسه یا روند بازجویی و تحقیق گروه تحقیق هم در اینجا فعلا متوقف است به خاطر افطار و غذای شام، و تیم پاکاری و صفاکاری که از سوی شهرداری کابل موظف شده بود به خاطر پاکسازی ساحه اونا هم کارشان فعلا متوقف است، ولیکن گفته های وجود داره که گویا تا لحظات بعد کارشان آغاز بکنن. و گپ و گفتایی که با شهروندان و کسبکاران و بازرگانان شرکت هایی که در اینجا هست که لحظات قبل ما داشتیم، اونا خواهان عزی هستن که هر چی زودتر جاده راهش باز شود برای آبرین و بتونه کماکان جاده به روال قبلیش برگرده و مردم اطمینان بکنن تا بتانن دوباره به ساحای وزیر اکبر خان باز بیاین. سپاس از خودت علی جاوید. وضعیت بیشتر زخمی های رویداد انتحاری امروز در کابل وخیم گزارش شده است. این زخمی ها بیشتر بر شفاخانه های امرجنسی وزیر محمد اکبر خان و 400 بستر انتقال یافتند. لیدا نیازی این گزارش را تهیه کرده. دنبال گم شده هایشان در پی حمله مرگبار چهارشنبه، مادران در جستجوی جیگرگوشه هایشان، جیگرگوشه هایی که خبری از آنان نیست، کوچه به کوچه، شفاخانه به شفاخانه با گلوی پر از بغض و چشمان پر از اشک می گردند، اما سرنخی از آنان نمی یابند. امبولانس های یکی پی دیگر قربانیان رویداد چهارشنبه کابل را به شفاخانه ها انتقال می دهند. شهر در سراسیمگی و وحشت. با آمدن هر امبولانس، خانواده ها در انتظار اند تا عضوی از خانواده اش را که در دود و خاکستر گم شده است دریافت کنند. مقابل بیمارستان امرجنسی کابل، هر کی گوشی در دست دارد و می کوشد تا جویای حال و احوال عزیز خانواده اش شود. از همکارای ما که زخمی و زده و زخمی است قوم خیش، هیچ کس ما را احوالش نمیته و داخل هم نمیمونه. داخل بیمارستان تنها در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ساعت پس از رویداد 6 کشته و 134 زخمی منتقل شده. در شفاخانه امرجنسی اتاق‌ها پر از بیمار شده و حتی در روی حولی زخمیان رویداد زیر درمان قرار گرفتند. در نیم رای ارگانهای محل بودم که یک بار انفجار شد. منو مکمل پران در زیر میز قرار داد. نفهمیدم زیاد مردم، بسیار زیاد مردم تلف شده. رسیدگی برای زخمیان رویداد ظاهرا برای پزشکان هم دشوار شده است، چرا که هر لحظه زخمی میرسد و اکثر زخمیان هم در حالت وخیم. زنان هم از قربانیان رویداد خونین روز چهارشنبه اند. دست کم 10 زن کشته و شماری هم زخمی شدند. بسیار هر کسی کارو میکنم. یک گرام که دیگه افتید و معلوم نشد ما چه دیگه.
وزیر بهداشت هم آماده رسیدگی به وضعیت قربانیان است. وضعیت اکثریت مجروحین انشالله خوب است، برایشان رسیدگی صورت گرفته. بخشی از کسانی که مقابل درمانگاه‌ها گرد آمدند، هدف از حضورشان را هدیه خون برای زخمیان رویداد مرگبار چهارشنبه کابل میگویند. چهارشنبه خونین، اما تا به کی؟ پس از وقفه کوتاه در ادامه خبرها باشید. به ادامه خبرها خوش آمدید. انفجار موتوربم در وزیر محمد اکبرخان کابل افزون به تلفات جانی میلیون ها دلار خساره به مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی وارد کرده است. سفارت آلمان، یک شرکت مخابراتی، یک هتل و شماری از شرکت های خصوصی نزدیک رویداد بیشترین خساره را متقبل شده اند. الهه عمری جزئیات بیشتر این خبر را تقدیم می کند. تصویر کابل، شهری که هیچگاه نفس راحت نکشید. انفجار یک موتوربم بار دیگر بدن زخمیش را صدمه زد. سفارت جرمنی با نمای ویران، هتلی که تازه به فعالیت آغاز کرده بود، اما امروز جز ستونهای ویران چیزی مشاهده نمی شود. در کنار این، هر طرف تا 3 کیلومتری جز خاک نگاره از آبادی دیروز دیده نمی شود. این خساری است که شما ببینید که پیش از حد گفته نمیتونیم که بسیار کالای ما پرید و همکار ما ملده شفاخانه است و این رقم انتحاری ما نیده بودیم به جوزی و این توحشت نام گمله تقریبا حدود 1 لک روپا میشه حدودان شاید هم زیادتر خب مقصد هم 1 لک باتر خسارات این رویداد تا میلیون ها دلار دیده میشود اما تا اکنون آمار رسمی اعلام نشده است تا 7 و 7.5 بود که صدای بسیار انفجار شدید و خودم من میجه استاد بودم مرا زد در دیوال دیگه این شیشا ریخت بازی که اگلا خسارا دیدم دیگه خسار جالی نداریم و فساد مالی بیشتر برای ما تخمینا ما فعلا گفته نمیتونیم بخاطر که از ما همه چیز ما کس همه چیز ما ویران شده چیز برای ما جور نمان دفتری که دیروز شروع به کار کرده بود و تا 1 کیلومتری این رویداد واقع بوده اما حالا تنها شیشه های شکسته از این رویداد باقی مانده است. این مردم افغانستان بیچاره رو در بدر کردن. چقدر خساره دیدید؟ خساره شاید یک 4-5 لک رو بخشده باشه زیافترش. پس از انفجار نیرومندی که در ساحه وزیر اکبرخان شهر کابل امروز رخ داد، بسیار زیاد خسارات مالی و جانی بر مردم رسیده و تا حالا تا جایی که دیده میشه بیش از 50 موتر در اینجا از بین رفته و همچنان تعداد زیادی از منازل و کمپانی ها در اینجا به صورت مکمل از بین رفته. الها عمری، آریانا نیوز. حمله روز چهارشنبه در کابل در بیرون از افغانستان سازماندهی شده است. معاون وزارت داخله با ابراز این مطلب میگوید هدف انتحار کننده نزدیک درب سفارت آلمان نبود اما به دلیل تدابیر امنیتی به هدف نرسید. انفجار بی پیشینه کابل که انتحار کننده سوار بر یک تانکر خود را از ده ها پاسگاه امنیتی در یکی از مناطق استراتژیک کابل رساند. مسئولان ارشد امنیتی پس از این رویداد میگویند هدف انتحار کننده محل دیگری بود اما به هدف نرسید. اگر امی پلیس های شما اینا را میموندن شاید حادثات بسیار بدی را این موتوربم در جایی که هدفش بود در اونجا خود میرسندن. ولی کامره ای که او را ثبت کرده قهرمانی سربازای شما را واضح برای شما نشان میده که در مقابل از اون استاد شدن و از جان خود تیر شدن تا که او را مانع شد و در یک جایی که امروز بود خود انفجار دادن در اینجا انفجار بده. این مقامات سازماندهی این انفجار را در بیرون از افغانستان عنوان میکنند. پشت سر از این جنگ تحمیلی کشورهایی که برای شما معلوم است او کشورها پیشتر از این جنگ هستند و این جنگ را تقویه می کنند. این اظهارات در حال مطرح می شود که شهریان کابل از چگونگی تدابیر امنیتی و فعالیت استخبارات کشور سخت انتقاد کرده و می گویند مسئولان امنیتی باید به مردم پاسخ روشن دهند. وقفه کوتاه و پس از آن بیننده ادامه خبرها باشید. به ادامه خبرها خوش آمدید.
ریاست امنیت ملی در خبرنامه گفته است که حمله کابل توسط شبکه حقاری در پاکستان طرح ریزی شده است. بر بنیاد اعلامیه ریاست امنیت ملی، یافته های ابتدایی نشان می دهد که برنامه ریزی حمله امروز توسط شبکه حقانی با راهنمایی و همکاری مستقیم سازمان استخباراتی پاکستان طرح ریزی شده است. در اعلامیه گفته شده است که عاملان این کشتار با همکاری مردم و نیروهای امنیتی به کیفر خواهند رسید. حمله هراس افغانانه مرگبار در قلب و ساحه سبز کابل واکنش های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. نخست وزیر آلمان، دبیر کل ناتو، نخست وزیر هند و وزارت های خارجه چین، پاکستان، امارات متحده عرب و سویدن این حمله را به شدت محکوم کردند. فهیم نوری این گزارش را مدد ساخته. واکنش های جهانی به انفجار خونین کابل. نخست وزیر آلمان انفجار در جوار سفارت آن کشور در کابل را وحشتناک می خواند. امروز ما همه از حمله بمی و ایرانگر و مرگبار در جوار سفارت آلمان در کابل متاثر شدیم. در لحظات مثل این بار دیگر روشن است که هراس افغانی مرز نمی شناسد. همه ما را هدف قرار می دهد. در منچستر، برلین، پاریس، استانبول، سنت پترزبورگ و امروز در کابل. در همین حال نخست وزیر هند از نخستین رهبران بود که این حمله را محکوم کرد و تأکید بر شکست عامیان هراس افغانی ورزید. ما به شدت انفجار هراس افغانانه در کابل را محکوم می کنیم. هند در مبارزه با تمامی گونه های هراس افغانی همراه با افغانستان ایستاده است. نیروهای حامی دهشت افغانی باید شکست داده شوند. اما پاکستان که به دنبال هر حمله انگشت نمای حمایت از نیروهای بی‌ثبات کننده افغانستان می شود، داد محکومیت دهشت افغانی در تمامی اشکال را بلند می کند. در کنار محکوم کردن هراس افغانی در تمامی اشکال آن، ما قاطعانه در کنار برادران افغان خود در این زمان غم و اندوه استاده ایم. از سوی هم وزارت خارجه چین نیز آمادگیش را برای همکاری با افغانستان در مبارزه با هراس افغانی ابراز کرده است. چین مخالف تمام اشکال هراس افغانی است و آماده است که با افغانستان و جامعه بین المللی در مبارزه با هراس افغانی کار کند. دبیر کل ناتو نیز به دنبال این حمله در تویترش نوشته است که این سازمان در مبارزه با هراس افغانی در کنار افغانستان ایستاده است. در همین حال کاخ سفید می گوید مبارزه با داعش و القاعده در افغانستان جدی خواهد شد. وزارت دفاع هنوز راهبرد آمریکا در قبال افغانستان را زیر بررسی دارد. رئیس جمهور می خواهد که داعش، القاعده و هراس افغانی را شکست دهد. به همین منظور خواستار این بررسی شد. وزارت های خارجه امارات متحده عرب و سویدن نیز این حمله را به شدت محکوم کردند. در این رویداد به سفارت امارات متحده عرب و اقامتگاه های برخی از دیپلمات های پاکستانی نیز آسیب رسیده است. تا چند لحظه دیگر بیننده خبر اقتصادی باشید. توجه کنید به خبر اقتصادی. اتاق تجارت و صنایع تفاهمنامه انتقال میوه‌های تازه را با شرکت هوانوردی آریانا افغان امضا کرده است. در این تفاهمنامه حکومت 75% سبسایدی را به دوش گرفته است و مسئولان در شرکت آریانا میگویند از تاریخ 15 ماه بعدی میلادی انتقال میوه‌های تازه به هندوستان آغاز می‌شود. اتاق تجارت و صنایع میگوید افغانستان هر سال 132,000 تن میوه تازه به خارج کشور صادر میکند. بازرگانان امسال میخواهند که بخش زیادی از این صادرات از طریق هوا به هندوستان صورت میگیرد. ما کوشش میکنیم که استاندارد خلاب بارا ببریم. ما فعلا ایرا دقیق قدر نمیتانیم که از 132,000 تن شانس برای یک سال ما 50,000 تن یا 20,000 تن یا 10,000 تن ما بتانیم که با مو استاندارد هوایی برابر بکنیم. مگر عظیم ترین کوشش میشن که هم تجار ما د ایجا هستن، ما با مشکلات خود ایجا جناب رئیس هستن که قوی ترین فابریکای ما د قندار است که پروسس میکنن. مسئولان در شرکت هوانوردی آریانا میگویند نخستین پرواز به تاریخ 15 جون از کابل و به تاریخ 20 از قندهار به سوی هندوستان صورت میگیرد. امکانات انتقال کارگو را از میدانهای کابل و قندهار و میدان‌های هوایی دیلی جدید و امرتسر فراهم بکنند.
ما آمادگی خود در این قسمت داریم. بازرگاران از صدور میوه‌های تازه از طریق هوا استقبال کرده و اظهار خوشبینی میکنند. هم تولیدات اوس مشکوله یو خوب نرخو که پوکل ادب پرخ را غلیدی. اتاق تجارت و صنایع میگوید هر سال در موسم حاصل میوه‌های تازه مشکل آفرینی پاکستان در مرزها سبب وارد شدن میلیون‌ها افغانی خساره به بازرگانان افغان میشد. اکنون فراهم شدن انتقالات از طریق هوا گزینه‌ای است که میتواند از زیانمند شدن بازرگانان پیشگیری بکند. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 76 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی. توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها با صفحه اینترنتی آریانا نیوز دات مراجعه کنید. تشکر از همراهیتان با خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار.